عالی. کاملا این درمان شده که بله. خیلی این حسابی درمان شده. امیدوارم شما هم این برنامه رو تا انتها با دقت بهش توجه بکنید، هیچ بخشش رو از دست ندید که شما هم بتونید به موقع درختایی که دچار پوسیدگی توی تنه و طوقه میشن رو درمان بکنید. پاینده ایران و درود بیکران به شما و عرض خسته نباشید به کشاورزان و علاقمندان به باغبانی. قبلا برنامه هایی داشتیم در مورد علت زرد شدن برگ درختان یا ریختن برگ درختا و من توضیح دادم به دلایل مختلفی درخت این واکنش رو نشون میده. هر جایی دچار به یه درگیری و یه بیماری بشه، حتی تنش آبی، تنش دمایی، کمبود عناصر و مواد غذایی و بدترینشون همین بیماری های باکتریایی و قارچی هستن که این بیماری های باکتریایی و قارچی به بخش های مختلفی از گیاه حمله میکنن. انواع قارچ ها با هم فرق میکنه، روش کارشون فرق میکنه، به قسمتی از گیاه حمله میکنن و ما اینها رو جدا جدا بررسی و درمان میکنیم و امیدوارم شما تمام این بخش ها رو که تو ویدیوهای مختلف در اختیارتون میذارم رو بهش توجه بکنید، حتی اگر چنین مسئله‌ای در باغتون تا به حال مشاهده نشده. شما این رو میآموزید و زمان بروز مشکل میتونید به موقع اقدام بکنید. هر زمان دیدید برگ درختتون زرد شده، درخت بدحال شده، امیدوارم به پژمردگی نرسه. وقتی پژمرده میشه دیگه خیلی کار سخت‌تر میشه. تو همون روزهای ابتدایی که برگش زرد شده یا برگ ها داره میرزه، شما از طوقه گیاه شروع بکنید، بازبینی بکنید، بررسی بکنید، ببینید آیا مشکلی در طوقه یا ریشه هست، بخشی از خاک رو کنار بزنید. خب اولین کاری که ما برای پیشگیری باید انجام بدیم همینی که این علف های اطراف تنه درخت رو همیشه به موقع علف کش بزنیم، تمیز بکنیم و اطراف تنه خالی باشه به این ترتیب. و برگهایی هم که میریزه اینجا تو همون روزهای اولیهی که ریخته، ما این برگها رو هم جمع‌آوری بکنیم. هیچ نوع گیاه مرده ای رو اینجا باقی نذارید. هر نوع شاخ و برگ مرده ای باعث میشه که قارچ ها بیشتر بشه، بیماری های باکتریایی بیشتر بشه. زیر تمام درخت ها رو به همین ترتیبی که میبینید و من ویدیوش هم قبلا ساختم که علف ها رو باید چطوری و چرا از بین ببریم. من تمام اینا رو علف کش زدم و توی این فصل که برگ درخت ها میریزه هم علف های مرده و هم برگ ها رو همه رو جمع میکنم. شما هم حتما جدی بگیرید و این کار رو انجام بدید. خوب علف ها رو کندیم، بعد میایم سراغ همون محل زخم. ببینید اگر مثل این شاخه یه شاخه زنده نزدیکش هست، این رو از ته هرس نکنید، یه خورده فاصله بدید، این رو هرس کنید. از ایجاد هر نوع زخم بیشتری باید پرهیز بشه. محل این زخم تا بهار امسال که من برای اولین بار و آخرین بار یک بار من این رو درمان کردم و این کاملا خودش رو بازسازی کرده. حالا این یک مقدار سیاهی روش اصلا چیزی نیست. توی کانال قبلی که متاسفانه پاک شد من روش کار رو بارگذاری کردم، این کاملا از بین رفته بود و ما به همین ترتیب درمانش کردیم. ببینید هر بخش مرده‌ای که داره، بخش سیاهی که داره، حالا من یه خورده از این سیاهی پایین تر که میرم زیرش سبزه، پوست زنده، پوست تازه است.
هر جایی که پوست سفید بود یا سبز بود زنده بود با اون کار ندارید. بخشای مرده رو به این ترتیب باید با یک وسیله تیزی کاملا تمیز کنید، یک لایه برداری بکنید. ایجاد زخم بیشتر روی تنه درخت کار رو بدتر میکنه. فقط همون بخش مرده و این سمغ و اینها رو جمع میکنیم. اگر این بخش مرده تمام دور تا دور این پوست رو هم گرفته باشه، نگران نباشید، همه اون پوسیدگی رو بردارید. و حالا بهتون میگم چطور ما میتونیم اون رو بازسازی بکنیم. خب خوشبختانه این درخت من بخش مرده‌ای زیاد نداره، همین یک مقدار بود، فقط برای اینکه کار رو نشون بدم. و خوشبختانه این تنها درختیه که به این مشکل دچار شد، اونم به خاطر نامرغوب بودن پایه این درخته. این درخت رو من از میاندواب سفارش دادم، مثل همه کالاهای اینترنتی دیگه اونها بدترینشو ارسال کردن. به این ترتیب من بافت مرده رو برداشتم. به خاطر همینه که من پیشنهاد میکنم تا اونجایی که میتونید خودتون درخت پرورش بدید، خودتون پیوند بکنید که پایه و شاخسارش با هم بخونه، پایه و پیوند با هم بخونه. برای شروع کار ما باید تنه رو شستشو بدیم. یک ترکیبی از بردو فیکس و آب میخوایم. 2 لیتر آب دارم و 50 میلی لیتر در واقع بردو فیکس اضافه میکنم. 5 قاشق غذاخوری، از این بیشتر نیاز نیست. زمانی که این رو شستشو بدیم بافت مرده هم خودش رو بهتر نشون میده و ما میدونیم کجا رو باید برش بزنیم و کجا رو باید برش نزنیم. اگر بافتش سیاه رنگ نیست و فقط یه خورده نارنجیه، این بافت مرده نیست، این رو نیاز نیست ببرید. هر ذره ای از بافت سالم رو باید حفظ بکنیم. اگر این کار شستشو رو تنه درخت سالم انجام بدید پیشگیری میشه، دیگه درگیر با این بیماری نمیشه. من به خاطر همین همیشه رو پیشگیری تاکید میکنم و هر فصلی اقدامات پیشگیرانه رو یادآوری میکنم. مرحله بعدی و نمیشه گفت مهمترینش، تمام این اقدامات رو باید انجام بدید. بعد معلول پاشی ما 2 تا کار دیگه هم انجام میدیم. تا پایان این ویدیو با دقت توجه بکنید. از قارچ‌کش و باکتری‌کش الیت ما باید استفاده بکنیم. به فروشنده حتما بگید قارچ‌کش الیت میخوایم، چون یک نوع الیت هم هست که تقویت کننده هست، اینا با هم فرق میکنه. همین الیت رو باید بگیرید. میزان ترکیب این 2.5 در 1000 لیتره، 2.5 کیلو در 1000 لیتر آب.
اگر مخزنتون 100 لیتر 250 گرم، اگر مخزنتون 20 لیتر مثل اینی که حالا ما داریم، 5 قاشق غذاخوری سرخالی، یعنی 50 گرم. مخزنی که تا نیمه پر کردید رو سم رو بهش اضافه بکنید و مابقی آب رو بریزید و خوب این رو هم بزنید. دوستان توجه بکنید، من این قارچکش های مختلف یا سموم مختلفی رو که معرفی میکنم به خاطر بامزه بودن و جالب بودن این نیست که بخوام تنوع ایجاد بکنم. هر کدوم این سم ها به منظور یک کاری ساخته شده. شما ممکنه بری به فروشنده بگی من الیت میخوام، فروشنده این رو نداشته باشه، کل این مسئله رو پاک میکنه، میگه بیا برد فیکس بزن، همه چی با برد فیکس حل میشه. جایگاه برد فیکس در کشاورزی در رتبه اوله. ما باید اول برد فیکس حتما همیشه داشته باشیم، یا اکسید مس یا کاد کبود، اما برد فیکس بهترینه. بعد این الیت، الیت لازم داریم. بعد کاپتان، کاپتان هر کدوم اینها به شرایط آب و هوایی، به فصلش، اینها رو من در نظر میگیرم بهتون معرفی میکنم و بیماری که ما منظورمون برای درمان و ترمیمش هست به این هم توجه بکنید. الیت یک قارچ‌کشی هست که خیلی خوب توی درخت نفوذ میکنه، تو هر گیاهی نفوذ میکنه و منتشر میشه. ما به بخش هوازی و به شاخ و برگ معلول پاشی میکنیم، درخت این رو جذب میکنه و این رو میفرسته به تمام اندامهاش و میفرسته برای ریشه و طوقه. این سم برای درمان بیماری های شانکر طوقه و شاخساره. حالا شاخه ترکیده سیاه شده، سم ترشو میکنه تا طوقه، تا ریشه. به ریشه ما دسترسی نداریم که هیچ اقدام دیگری بکنیم. این تمام این کارها رو میکنه. این ربطی به لک سیاه و قهوه‌ای و میوه هایی که خراب میشن و اینها نداره، اما با هم فرق میکنه. شما ممکنه تو مزرعه 10 تا درخت داشته باشی یا مثل من 200 تا درخت داشته باشی و از این 200 تا درخت فقط دو تاش درگیر با این مشکل پوسیدگی توی تنه است. حالا من اینجا فقط یه دونه دارم، اما یه 10-20 تا دیگه از درختاتون مثلا 10% شانکر باکتریایی تو سرشاخه هم دارن. شما بس باید همه درخت ها رو معلول پاشی بکنید. فقط به معلول پاشی همین یک دونه درخت بیمار بسنده نکنید. از زیر و از رو، از همه زوایا، تمام بخش های گیاه رو با این سم خیس کنید. معلول پاشیتون به حدی باشه که سم خیلی شوره نکنه، همین یه مه سبک به همه بخشاش بشینه کافیه. شانکر فیتوفتاریایی اسپورهاش در خاک زیست میکنن. این کارها رو که انجام دادیم، باید محل زندگی این شانکر رو هم، عامل بیماری رو هم از بین ببریم. نیاز داریم به پودر قارچ‌کش بنومیل یا رودمیل، یکی از این دوتا. اگر اصلا دیگه این هم نبود، از مانگوزه استفاده بکنید. این کار رو هر 14 روز تکرار کنید، علل خصوص برای درختانی که بیماری درشون شدیدتره. اگه به این پودرهای قارچ‌کش دسترسی ندارید، همون آهک زنده. در هر صورت هر مزرعه داری باید آهک زنده بگیره و دو مزرعهش داشته باشه. هر پرورشی که انجام بدید این بهترین ضد عفونی کننده است. این از بعد شستشو منتظر بمونید تا این آب و رطوبتش خشک بشه و رنگ آمیزی، هم با رنگ تنه میتونید رنگ آمیزی بکنید،
هم با چسب باغبانی. من چسب باغبانی رو انتخاب میکنم با اون رنگ های دستازی که در ادامه تو ویدیوهای بعدی آموزش میدم، با اون هم میتونید اینها پوشش بدید. یه پوششی هست برای اینکه رطوبت نفوذ نکنه به این بخش گیاه. هر چقدر رطوبت اینجا بیشتر بشه، بیماری شدت پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. اگه درختای شما بخشی از تنشون پوسیده شده، همین کارهایی که کردیم تا این مرحله براش کافیه. اما اگر این پوسیدگی به شکل یک کمربند و مقدار زیادی از طوقه گیاه شما رو درگیر کرده، شما باید به ویدیویی که بعد این بارگذاری میکنم هم توجه بکنید. ما برای ایجاد یک پل بین ریشه و شاخسار باید اقدام بکنیم. اون ویدیو رو از دست ندید که هستم با شما.